درود بر شما. اگر به خاطر داشته باشین، من در دو ویدیوی قبل ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ رو در اوپن بررسی کردم. یه سری از دوستان سوال کردن که آیا ما میتونیم به طور همزمان روی پای اینورتینگ و نان اینورتینگ سیگنال داشته باشیم؟ امروز میخوایم با هم عملا این آزمایش رو انجام بدیم. سعی میکنم زمان ویدیو رو کوتاه‌تر کنم تا موجب خستگی شما نشه. ما میدونیم در یک تقویت کننده عملیاتی ورودی ها نقش خیلی مهمی دارن. آن چیزی که ما در خروجی دریافت میکنیم تفاضل بین پایه های ورودیه. 4 موضوع برای ورودی در پایه های اوپن مهمه. اولین ولتاژی هست که به پایه ها داده میشه. پس اگر ولتاژ رو پایه اینورتینگ یا نان اینورتینگ تغییر کنه، خروجی متفاوتی خواهیم داشت. دومین موضوع فرکانس ورودی هست. مثلا یکی 100 هرتز، دومی 200 هرتز. بازم خروجی تغییر میکنه. سومین موضوع شکل موجیه که ما به عنوان سیگنال داریم وارد میکنیم. مثلا یکی مثلثی، یکی سینوسی. بازم خروجی تغییر میکنه. و آخرین موضوع که مهمترینش هست، ما این سیگنال رو به کدوم پایه بدیم؟ به اینورتینگ بدیم یا نان اینورتینگ؟ پس مجموعه این عوامل باعث میشه که ما خروجی های متفاوتی توی تقویت کننده های عملیاتی داشته باشیم. حالا توی این آزمایش من میخوام چیکار کنم؟ به کمک فانکشن جنراتور 2 سیگنال رو پای اینورتینگ و نان اینورتینگ میدم. پس فانکشن جنراتور به پای 13 و 12 متصله. برای هر کدوم از سیگنال ها یک ولتاژ و فرکانس خاص رو در نظر میگیرم. شکل موج رو در طول آزمایش تغییر میدم. برای این آزمایش نیاز به یک اسیلوسکوپ 4 کاناله هست. اسیلوسکوپ هایی که من دارم 2 کاناله هستن. بس از 2 اسیلوسکوپ میخوام استفاده کنم. یکی از اسیلوسکوپ ها به ورودی تقویت کننده متصل میشه. یعنی شکل موج هایی که در اینجا هست و ما میبینیم. یک اسیلوسکوپ به خروجی تقویت کننده. ولتاژی هم که میخوام وارد مدار کنم 10 ولته. یعنی رو پای VCC 10 ولت میدم. پای 11 به گراند یا 0 ولت بس میشه. پس چیزی که ما در این آزمایش میخواییم بررسی کنیم اینه که اگر ورودی های مختلفی به تقویت کننده داده بشه، آیا خروجی تغییر میکنه یا نه. خب بریم آزمایش رو با هم انجام بدیم. خب طبق توضیحاتی که براتون دادم مدار رو آماده کردم. ولتاژ ورودی روی 10 ولته. شما در گوشه سمت چپ بالا رو منبع تغذیه میبینید. این دوتا سیگنال ورودی اینورتینگ و نان اینورتینگ روی آپمپ هستن. و اسیلوسکوپ بعدی خروجی اوپمپ هست. سیگنال ها رو به کمک فانکشن جنراتور وارد پایه های اوپمپ کردم. این فانکشن جنراتوره. شما در ادامه ویدیو دیگه فانکشن جنراتور رو نمیبینید. من دوربین رو روی اسیلوسکوپ تنظیم میکنم. 4 مؤلفه در ورودی مهمه. یکی اینکه چه ولتاژی وارد پایه بشه، بعد چه فرکانسی، چه نوع شکل موجی و در نهایت اینکه به پایه اینورتینگ یا نان اینورتینگ اعمال بشه. حالا میخوایم این 4 مؤلفه رو با هم بررسی کنیم. شما شکل موج سینوسی رو روی ورودی های هر دو تا پایه دارید میبینید. حالا من میخوام ولتاژ یکی از این کانال ها رو تغییر بدم. شما به خروجی که روی این اسیلوسکوپ دیده میشه دقت بفرمایید. پس میرم روی ولتاژ. الان 3 ولته. میکنمش 4 ولت. به خروجی دقت بفرمایید در اسیلوسکوپ سمت چپ. حالا دوباره میکنمش 3 ولت. پس همونطور که دیدید ولتاژ فرکانس در خروجی موثره. حالا گزینه بعدی فرکانس هست. فرکانس هر دوتا روی 100 هرتزه. حالا میخوام یکی رو بکنم 200 هرتز. پس میرم رو فرکانس. دقت بفرمایید. این 200 هرتز. به خروجی دقت بفرمایید. این 300. 400. دقت بفرمایید به چه حالتی؟ یعنی هر بخش بازم به بخش های دیگه تقسیم شد. زوم کنم. چون داره قطع و وصل میکنه ثابت نمیشه. به این حالت میشه دید.
خب دوباره فرکانس رو برمیگردونم روی 100. حالا میخوام شکل موج رو تغییر بدم، یعنی میخوام حالت موج از سینوسی تغییر کنه. الان به حالت مربعی هستم. به خروجی دقت بفرمایید. این حالت دی سیه. این حالت رمپ هستش. این رمپ برعکسه. در اینجا شما شکل موج ها رو میبینید که تغییر میکنه. پس تغییر شکل موج سبب میشه که خروجی هم در اوپن تغییر کنه. دوباره برمیگردم روی سینوسی. در نهایت اینکه شکل موج به پای اینورتینگ یا نان اینورتینگ اعمال بشه. الان ما شکل موج هایی که داریم هر دوتا سینوسی هستن. جاشو تغییر دادم. به خروجی دقت بفرمایید. حالا میخوام ولتاژ رو دوباره اضافه کنم. دقت بفرمایید، الان شد 4 ولت. رو 3 ولت بود. دو تا شکل موج یکسان شده. یک بار دیگه 3 ولت. در اینجا حالت برعکس یا اینورتینگ اتفاق میفته. چون من ورودی ها رو تغییر دادم. به خاطر همینه که ورودی های اوپم خیلی مهمه. ما باید بدونیم سیگنال روی کدوم پایه داره وارد میشه تا خروجی مناسب رو داشته باشیم. هدف من از این آزمایشات اینه که شما عملاً کارکرد قطعات رو توی مدار ببینید. تو بخش تئوری آدم خیلی میتونه صحبت کنه، ولی عملاً اون چیزی که میبینید ملاک هستش. ممنونم که این ویدیو رو هم نگاه کردید.